خدایا خیر، باز من امروز سرم درد میکنه، گاهی این طرف سرم گاهی یک طرف دیگه. اینه برنامه اون وقت شروع شد. دوستا دعا میکنم هیچ کدام شما این درد رو تجربه نکنین، وگرنه مثل ما فکر و هوشتان خراب میشه. از 10 نفر همیشه 3 نفر دچار به سردردهای مختلف میشن. شاید هم در بین خانواده شما افراد باشه که گاهن این سردردها را تجربه کرده باشن. اما ما براتون این توصیه میکنم که اگر همچو افراد در خانواده تان هستن، اول خو اصلا غرضشون نگیرین و دوم برنامه امروز را دنبال بکنین که میخواییم همراه با دکتر فیروز ایوب در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت بکنیم و همراهی شما عزیزان تا اخیر برنامه خواهان هستیم. استاد خیلی خوش آمده ما برنامه. بخیر باشین. ما هم سلام خدا برای شما و تمام شنوندگان و بینندگان خوب شما تقدیم میکنم. امیدوار به این هستم که آری از سردردی بوده باشن. انشالله استاد، ای که آمدیم به برنامه میدانم که خیلی مصروفیت های زیادی هم داشتین و بعد از برنامه هم طبعا مصروف میباشین. شما خدای نخواسته امروز به این درد دوچار نیستین. فضل خدا، فضل خدا نرمال است فعلا. شکر. اما ما برای خود صبر جمیل میخوایم، برنامه را بسیار خوب پیش ببریم چون امیال بسیار وضعیت سرم خراب است. خوب است، برنامه را شما باید با دقت خیلی بشنوید. دقیقاً هم بس میکنم هم درست میشنویم و شما عزیزان هم میتونین که تماس بگیرین روی شماره تماس برنامه 0729-40-13-11. منتظر تماس هایتان هستیم. شما میتونین که سوالات و نظریاتتون رو با ما شریک بکنین. استاد، سردردها در آغاز چی هستن و چگونه به وجود میاد؟ بسیار خوب. ببینین، سردردی را به گفته شما هست هر 10 نفر به گفته خودتان 3 نفر احساس تجربه زیره کردن که سردردی داشته. گرچه سردردی یک بحث بسیار بزرگ است، ما نمیتونیم که بگیم سردردی یک مرض است، بلکه میتونه که سردردی در اکثرا امراضی که در انسان ها به وجود میان، چی امراض میکروبی بوده باشه، چی امراض روانی بوده باشه، چی امراض عصبی بوده باشه، چی تروماها یا ضربه ها بوده باشن، در هر کدام از اینا میتونه که سردردی به وجود بیان. ولی سردردی ها انواع مختلف دارن. مثلا سردردی هایی که آنن در پیش یک نفر شروع میشه، سردردی هایی که به شکل یک روز سردرد است و یک شخص به شکل دیگر سردردی رهایش میکنه، و یکی سردردی هایی هستن که به شکل مزمن و دوامدار همیشه در پیش از اینا وجود دارن که به انواع مختلف میتونه به وجود بیان. ولی بیشترین سردردی هایی که امروز مریض ها شکایت میکنن، اگر ما از موضوعات جسمی از بگذریم، بیشتر از سردردی ها بیشتر در بحث اساسی از اینا یا در اساس از اینا تعداد چون بیشتر مشکلات روانی دارن که به شکل سردردی ها میتونن که ظاهر شون. ولی در مجموع یگان حالت های دیگر هم میتونه که سردردی ها را به وجود بیارن. مثال براتون گفتم، چون سردردی ها یک بحث بسیار بزرگی هستن که میتونه که به شکل آن یک مریض یک شکل تجربه بکنن. مثلا یک شخص فشار خونش آنن بلند میره و دفتن یک سردردی فوق العاده شدید شکایت میکنن. یک شخص مشکل دید دارن، مشکلات جسمی سردردی را شکایت میکنن. یک شخص ممکن است که موضوع میکروب بوده باشن که در وجود از داخل شده و سبب ایجاد یک عادثات میکروبی در بدن شده و میتونه که سردردی ها را به وجود بیارن. ولی سردردی هایی که به شکل جسمی است، ما درباره اون قدر امروز صحبت نمی کنیم، بیشتر در موضوع سردردی های صحبت می کنیم که از نظر روانی چی تاثیرات در بدن ما به وجود میان که ما سردردی ها را هر وقت تجربه می کنیم. بله، قند مرد هر کدامشون صحبت می کنیم. اما حال هم تماس داریم. زبیولا از خیرخانه روی خط هستن. بله، سلام علیکم. بله، صدای ما رو میشنوین؟ میشنوین. سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به برنامه، بفرمایید سوالتون رو بپرسیم. تشکر زنده باشی. سلام به شما و دکتر فایق. سلامت باشیم. مشکل ما همی چند روز شده که به سال همی آب هوا تغییر کرده، سردردی پیدا شده برای ما، میبرم میخواستیم پرسال کنیم. خوب است، من در این مورد صحبت میکنم برادرم. سردردی های فصلی چی است و چی تغییرات آب هوا میتونه سردردی ها رو به وجود میارن؟ انشاءالله در برنامه صحبت خواهد کرد. ممنون از تماستم. استاد، سوالشان در مورد یکی از انواع سردردی ها بود که من پیش از برنامه در موردش خواندم. یکی از انواع سردردی ها سردردی های فصلی است که سوالشان دقیقا نمو بود. مشنم از شما. دقیقا سردردی که برادر ما گفتن فقط مدت چند روز هستن که من احساس سردردی را دارم و بسیار خوب چیز اشاره کردن. زمان که وقتی که تغییرات فصلی شد یا آب و هوا شد، من این سردردی تجربه میکنم. ببینین، انسان یک میکانیزم دفاعی در خود داره. زمانی که چی اگر تغییرات آب و هوا میه، چی تغییرات درجه حرارت میه، چی تغییرات جریان خون میه و چی حالتایی که مثلا
میکروب داخل بدن ما میشن باید از خود یک عکس العمل نشان بدن. یکی از عکس العمل هایی که سبب ایجاد ازی میشن که به نام التهابات یاد میکنیم در هر قسمت بدن ما به وجود بیارن میتونه که با سردردی های نوافسی ارتباط داشته باشن. مثلا سردردی هایی که در این شب و روز آواقاتش بلندتر هستن به نام سردردی های سینوسی یا التهابات در قسمت های سینوس آ یادآوری میکنیم، اینا هم میتونن که از جمله سردردی هایی بوده باشن زمانی که تغییرات آب و هوا به وجود میان یا اینکه زمانی که مقاومت بدن پایین میه یا میکروب های چه ویروسی باشه چه باکتری بوده باشن زمانی که داخل سینوس ها یعنی قسمت های پیشانی یک مدخل های وجود دارن در قسمت ها وقتی که در عظام یا استخوان ها وقتی که در جایگزین میشن و التهاب به وجود میارن میتونه که سردردی ها را به وجود بیارن. ولی خوشبختانه سردردی هایی هستن که موقتی است، در ظرف 3 روز الی یک هفته اینا بهبود پیدا میکنن، قابل تشویش نیستن که ما بگیم که این سردردی های مثلا در بیس روانی بوده که در حقیقت دوامدار باقی مانده در پیش از اینا. ولی اینا معمولا با گرفتن آنتی بیوتیک ها یا دوای ضد میکروب یا گرفتن آنالجزیک ها و یا مثلا گرفتن مایعات گرم و تغییرات مثلا رژیم غذایی میتونه که تا اندازه‌ای دردها کنترل شون و بدون از اون بعد از یک مدت کوتاهی بهبود پیدا میکنه. بله، تماس بعدی آماده هست. لینا از بغلان. بله، سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین دکتر؟ خوب هستین، سلامت باشین خواهر عزیز، خیلی خوش آمدی به برنامه. سوالت میشه که بپرسی. خواهر عزیز زیاد در میگه اگر دفع سرم دست میکنه دلم تنگ میشه دیگه، میخواییم بزن خانه بیرو برای دیگه میخواییم. بسیار خوب، ببخشید من سوال از شما داشتم، چی مدت زمان میشه که دلتان تنگ میشه و احساس سردردی براتون وجود داره؟ زیادتر وقت بله زیادتر وقتی تو احساس میکنین یک جای تاریک تر بوده باشه، سر و صدا نبوده باشه، تنها ما بوده باشم و ویش مثلا غالمغال در اوج نبوده باشه، حتی طفلا مثلا میگن دور بوده باشه، این تو حالتا براتون میگن و احساس احساس میکنین؟ بله، یام شرم به دادم خوبی از اولادکای من هیچ یک شوهرم که گفت آمین تن اصلا نمیخواد دارم دلم میشه کم رای جنگ کنم برای و این آلت هایی که براتون سردردی میاد در یک محفل برین بیاین و یکی که مثلا در یک جایی که سر و صدا بوده باشه در این وقت هایی سردردی ها زیادتر میشه؟ گاهی گاهی وقت در این خانه یک گام گفت دارم خوش نمیخواد دکتر بس ان در گفت دیگه خون نشازیم و گفت کمین در دلم نگیرد باز آمامو گفت احساس دلتنگی و احساس خفگی و صبحانه که از خواب میخیزین خیلی خسته، خیلی احساس ناراحت و دلتنگی براتون وجود داره؟ گاهی گاهی میشه، من صبح آمد خواب خیلی زندگیشی همه تو خوش نمیخود، تا بالا همه تو ناراحت هستم دلتنگی. خوب است، من براتون صحبت میکنم در لابلای برنامه. ممنون هستم استان. سردردی هایی که در مورد روانی یادآوری کردیم این بیماری هایی هستند که بیشتر از نوع افسردگی ها میتونه که نوع سردردی ها را به وجود بیارن، یا بیماری های روانی که در حقیقت سبب تظاهرات جسمی در بدن میشه میتونه که سردردی ها را در نزد انسان ها به وجود بیارن. مثل که شنونده ما یادآوری کردن که ما بر مدت تقریبا بیشتر چند وقت هستن که من سردردی را تجربه میکنم، احساس دلتنگی دارم، صبحانه از خواب میخیزم خیلی احساس خسته است، یا مثلا سر و صدای همگی سرم بد میخوره و یک احساس برش به وجود میاد که تنها در یک خانه بوده باشه، کسی باهاش صحبت کنه، حتی طفلا سرش مثلا گپش خوش نمیخوره. پس این نشان دهنده از این هستن که در پیش از اینا یک حالت از نوع افسردگی میتونه موجود بوده باشن که به شکل یکی از اعراض علائمی به شکل سردردی تظاهر کردن، که از نوع سردردی های روانی هستن که بیشتر با بیماری های افسردگی و روانی تنی یا روانی جسمی ارتباط پیدا میکنن. متأخرن هستن با گرفتن ادویه هایی که مثلا آنالجزیک بوده باشه، یعنی آرام کننده ها باشه، مثل پاراستامول بروفین، متأخرن هستن برای چند ساعت یا چند لحظه درد از آرام میشه ولی بعدن پس دوباره درد دوام پیدا میکنه. پس از این خاطر تداوی از اینا بهتری خواهد بود که تداوی ریشه‌ای از این که تداوی افسردگی در پیش از اینا شوند، تداوی بخش روانی شوند که تا بتونن که اینا بهبودی کامل پیدا بکنن. بله، ما گفتیم که سردردی انواع مختلف داره و این طبیعی است که هر کدام از نوع سردردی که باشه علل عوامل خودش داره، اما در مجموع کدام عوامل هستن که باعث سردردها میشن و این که جسمی است یا روانی است بالاخره سردرد است، باید شناسایی شود که چی باعثش میشه؟ دقیقاً ببینین، اگر ما سردردی های جسمی یادواری میکنیم این برمیگرده که
کدام مثلا عوامل بوده؟ آیا کدام ضربی در دماغ وارد شده؟ آیا جریان خون در دماغ تغییر کرده؟ یا ای که ممکن است فشار خون بلند شده باشه؟ یا ممکن است کدام میکروب در اوجه داخل شده باشه؟ یا ممکن است که موضوعات مثلا تغییرات موادهای کیمیایی در داخل خون بوده باشه، مواد غذایی مثلا مثل گلوکوز یا چربی خون تغییر و بلند پایین یا بلند بوده باشه؟ هر کدام از اینا میتونه با سردردی ها امراه بوده باشن. ولی سردردی هایی که امروز در ما صحبت میکنیم که از نظر روانی هستن، بیشتر از زیر استرس ها، فشارهای روانی و استرابات تشکیل میتن. مثلا من بسیار ساده برای شنوندگان ما مثال براتون میتونم که مثلا از زمانی که شما خیلی ناراحت بوده باشین، خیلی هیجانی و عصبانی بوده باشین، اولین چیزی را که شما تجربه میکنین سردردی را تجربه میکنین، که سردردی های نوع سن که بیشتر شبه نوع تنشی هستن. اگر تماس دارین باز بر من یادآوری بکنین که من میشه باز صحبت کنم. بله، تماس روی خط هست، بیشتر صحبت هم خواد کردیم. رستم از هرات روی خط هستم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشین، خیلی خوش آمدیم به برنامه. بفرمایید سوالتون رو مطرح بکنید. علی بله بله صدای ما رو میشنوین؟ علی وقت که از خواب بیدار میشه زیاد سردرد میشه. شما کدام سوال از شده؟ ببخشید، من اصلا موضوع رو نتونستم بگیرم. زمانی که صبح است یا هر وقتی از روز که خواب میباشن، وقتی بیدار میشن سردرد هستن، در حالی که بیشتر توصیه میشه کسایی که سردرد هستن خواب شوند تا درد سرشون آرام شود. فکر میکنم تماسشون قطع شده. بله بله. خب من چون موضوع رو درست گرفته نتونستم، ولی میشه که در مورد صحبت خواد کردیم. ببینید، ما یکی سردردی هایی داریم به نام سردردی های نوع خوشه یا کلستر یاد میکنیم. مریض استراحت میکنه، نیم شب از خواب برمیخیزانه سردردی، طوری که یک قسمت اطراف چشمش درد فوق العاده شدید میکنه، اشکریزی از قسمت چشمی جریان پیدا میکنه، حتی از قسمت های بینی آبریزی بینی میتونه موجود بوده باشن و سردردی خیلی به شکل یک سیخ زدن در پیش مریض تجربه میشن که با نام سردردی های خوشه یاد میکنیم، که در یک وقت معین در یک زمان معین مریض ناراحت میسازن و با گرفتن مثلا زمان که به روشنی موجی میشن یا سر و صدای رو تشدید میکنن. ما دیگه سردردی های به نام نیمسری داریم که اصطلاح میونیز که همه مردم ما با او آشنا هستن، با اصطلاح که به نام میگرین یاد میکنیم. مثلا میتونه که نیم سر بگیره، ولی میتونه که به شکل تمام سر اینا در بر بگیره و سردردی ها وصف نسبتا ضربانی را دارن. فکر میکنه که سرم لق میزنه سردردی با. زمانی که من سرم شور میتونم تشدید پیدا میکنم، سردردی که زیاد شده میره به احساس دلبدی و استفراغ در پیش مریض به وجود میان، تغییرات مثلا دید در پیش مریض به وجود میاد، و یا که هست مثلا بوی غذا، بوی مثلا اطراف در بد میخوره، سردردی را تشدید میکنن، که از جمله سردردی های نیم سری یا میگرین هستن. شکل دیگر سردردی های داره به نام سردردی های تنشی، که سردردی های تنشی بیشتر با استرس ها توأم هستند. مثلا زمان که بیش از حد جگر خون باشیم، بیش از حد عصبانی باشیم، چیزی را که تجربه میکنیم یک علقی دور سر ما را شدید میگیره، گردن احساس شخیره میکنه و خیلی یک احساس گرفتگی داریم. تماس دارین؟ بله. نوریه از مزار روی خط هستم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، خوب هستی؟ سلامت باشین خواهر عزیز، خیلی خوش اومدین به برنامه. میشه که سوالتون رو بپرسین؟ از ما مادر جان و من بسیار سردرد شدید میشه و یکم تشویش هم میکنه و گاه وقت همی دست چپش هم میگیره رگایش و دلبد هم هست بسیار سرش و گردنش زیاد میگیره. چی مدت زمان میشه این سردردی را دارن؟ فقط همی شش ماه میشه. شش ماه میشه. در حالت هایی که جگر خون بوده باشن، در حالت هایی که نگرانی داشته باشن، عصبانی بوده باشن، ناراحت باشن، زیاد میشه سردردی ها؟ آه بله زیاد میشه سردردی. در حالت که سردردی زیاد میشه، تو روشنی سرشان بد بخوره، سر و صدا بد بخوره، به این حالت خواهد بود؟ بله. و این سردردی همراه با دلبدی و احساس دلبدی برشان وجود داره؟ دلبد میشه اما دلدرد نمیشه. دلبدی دارن و سردردی تو وصف چی را دارن؟ به شکل لغ زدن دارن، به شکل کش کردن دارن، یا شکل یک فشار دهنده را دارن؟ همیتو لغ میزنن. خوب است. با دوا گرفتن راحت میشن یا ای که برای یک چند وقت راحت است پس دوباره شروع میکنن؟ نه خیر، امی تمام شب امی تو گولی اصاب خدا نخورم تو درد میکنن، باز وقتی که بیرون میره دوای آزاد یکم سرش ایلا میکنن. خوب است. این مدت زمانش معلوم است؟ صبح بی سردردی است، شب سردردی است، یا در تمام طول روز است؟ چی وقت است؟ از طرف روز که جگر خون میشه یا شب جگر خون میشه، می جگر خون که شده که سردردی باش پیدا میشه. خوب است، من در این باره صحبت میکنم. تشکر. درست. خیلی ممنون هستم.
سردردی که به نام سردردی های نوع نیمسری یا میگرین نادری کردم، نوع از سردردی های هستند که بیشتر با استرس ها ارتباط مستقیم دارن. مثلا یک شخص وقتی که میگه خیلی جگرخون هستم، خیلی دلم دق است یا خیلی دلم گرفته است، دفتن احساس سردردی رو شکایت میکنن. ولی تفاوتش با سردردی هایی که نوع تنشی یا داری کردیم دری هستند که معمولا اونا بیشتر زمان او هم در استرس با وجود میان، ولی احساس دلبدی در اونا وجود ندارن، احساس تشوشات دید وجود ندارن. ولی اینا مشکلات اساسی از اینا در دو بود احتمالاً وجود دارن. یکی نیمسری میتونه که در پیش از اینا موجود بوده باشن. دوم چیزی که وجود دارن احتمال بسیار قوی میتونه که افسردگی در پیشان موجود باشه که هر دوی از اینا زمینه را برای ایجاد سردردی ها مساعد کردن. پس از این خاطر در پیش از این مریضا گرفتن دوای اعصاب یعنی برای مدت تقریبا 6 ماه الی 9 ماه و یا نظر به توصیه دکتر مربوطیش ای ضرورت خواهد بود که تداوی خود دوام بدن. بعض مریضای ما این تجربه میکنن، مثلا زمان که برای چند وقت دوا را میخورن، برای یک ماه دو ماه میبینه که سردردی راحت شد، دیگه دوا را قطع میکنن، میگه من جور شدم، اگر من دوا را بخورم با دوا معتاد میشم. اصطلاح عامیانه مردم ما شما با این مانا نیستن که مثلا گرفتن دوای اعصاب اینا را بعد تبدیل به یک معتاد به دوا بسازه، بلکه این دوایی که برای اینا توصیه میشن دوای خواب آور نیست، بلکه از جمله دواهایی هستن که برای می مشکلات سردردی ها توصیه میشن. با معذرت هر وقتی که اگر تماس داشتین برای مشوره برسانید. و زمانی که دوا را برای اینا توصیه میکنیم ما یک رقم تداوی هایی داریم که برای اینا پیشگیری میکنیم، یعنی پیش از اینکه سردردی به وجود میان مریض دوامداری دوا را بگیرن. و یکی سر دواهایی هستن که در وقتی که عملی سردردی میان استفاده میشن که متاسفانه زمانی که وقتی که مریض استفاده میکنن این دوا را برای یک مدتی که وقتی که سردردیشان راحت شد قطع میکنن. پس از این خاطر گرفتن دوا به شکل منظم با مشوره یک دکتر متخصص مربوطیش این بهتر خواهد باشد. بله. و بانو بارکزی از هرات روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ سلامتین؟ سلامت باشین، خیلی خوش آمدین به برنامه. میشه که سوالتون رو بپرسید؟ تشکر، یک سلامی ویژه خدمت میمان محترم شما. تشکر، لطف کردین. سلامت باشین. یک سوال دیگه شما از دکتر صاحب که من تقریبا 3 هفته میشه کلن سردردم، یعنی شب و روزی و من نداره دیگه، ایت خیلی شدید هم نیه، خیلی آرام هم نیه دیگه، همین خاطر من خیلی ناروم ساخته. ببخشید تنها 3 هفته شد برای شما شروع شده یا قبلا هم این چیزا رو تجربه کرده بودین که با وقفه اومده پس دوباره شروع کرده براتون سردردی؟ قبلا بود، خیلی کم، خیلی کم بود، باز حالا خیلی شدید شده، یعنی 3 هفته میشه پیش دکتر چیز مراجعه نکردم. تغییراتی که مثلا در حالتهای جگرخونی، حالتهای ناراحتی، حالتهایی که مثلا به تلویزیون بیش از حد ببینین، در این هم سردردی ها زیاد کم خودم میکنه یا نه؟ نه، من خود روشن هستم، باز هیچ کدام جوش تشویش، هیچ کدام مشکل یعنی نیه به زندگی من. باز نمیفهمم خود من دنبال از اینم که چرا یک دفعگی مریض شدم. خب این سردردی ها با تب و با حالتهای دلبدی و با احساس مثلا تغییرات در اشتها و خواب اینا همراه هست یا نی؟ با خواب بله، فقط نارم هم یکم هستم، یعنی دیگه چیز خاصه نه. خصوصا یعنی در وقتهایی که خواب درست نداره ناراحت هستین سردردی را بیشتر احساس میکنین؟ آها بله بله بله. خوب است، من صحبت میکنم در برای تشکر، زنده باشم، روز خوش، خداحافظ. خب موضوع خوبی رو اشاره کردن که نام برتون ندیر کردم، ما یکی سردردی های نوع تنشی داریم یا فشاری که معمولا با استرابات ارتباط مستقیمی دارن. ببینیم بیننده ما یادآوری میکنه که من میگه وقت زمان که ناراحت میشم، زمان که وقتی که من خواب درست ندارم یا زمان که در خواب ناراحت هستم، این سردردی بیش از حد تجربه میکنم. پس این نشان دهنده از این چیزی در نگرانی در زندگی وجود دارن. باز بعضی از مریض ها این تو خاصیت دارن یا تو فکر میکنن که من برای فعلا خودم تشویشی ندارم، من هیچ کدام مشکل ندارم، چرا سردرد هستم؟ ببینین مشکلات روانی ما برای حاضر بر نمیگرده، بر میگرده که در دوران مثلا نوجوانی ما چیگونه بوده، دوران طفولیت چیگونه بوده، دوران تقریبا یک سال قبل ما چیگونه بوده که این سردردی ها را امروز برای ما با وجود آورده. پس از این خاطر وضعیت فعلی روانی ما مستقیما با گذشته ما در ارتباط مستقیم دارن. پس از این خاطر بعضی از مشکلاتی که در استرابات در گذشته موجود بوده، بعضی از مشکلاتی که در گذشته وجود داشته ولی حل نشده باقی مانده، میتونه که این هم در آینده ها به شکلی از حالت های روانی
بیرونی جسمی تظاهر بکنن. پس از این خاطر یکی از آلت هایی را که ما بیش از حد تجربه میکنیم که به شکل جسمی ظاهر میشن ولی در بیس اساسی از اینا روانی هستن، بیشتر از اینا مشکلات هستن که استرابات و استرس ها و نگرانی های هستن که در گذشته تجربه کردیم ولی حل نشده باقی ماندن که به شکل سردردی ها بیشتر تجربه میشن. خواب درست نداریم، وقتی که در خواب میریم خواب ناراحت داریم، خوابای کابوس، خوابای وحشت میبینیم، یا اینکه مثلا خواب مگر میریم مثلا برای یک ساعت دو ساعت خواب میریم پس از خواب میخیزیم، پس دوباره وقتی که صبحانه وقتی میخیزیم خیلی احساس نگران و استراب و دلتنگی در بابی شما بیشتر است، همراه از سردردی ها میتونه تشدید پیدا بکنن. بله استاد، دکتر صاحب بیشتر کیها برش دوچار میشن؟ چون طبعا دردها در کاتگوری های سنی مختلف تشدید و یا ای که تخفیف داشته باشن نزد بعضی افراد خیلی بیشتر هست، نزد بعضی هاشان کمتر هست. آیا درجه بندی هم شده که کیها بیشتر به سردرد ها دوچار میشن؟ سردردی های نوع روانی، یعنی سردردی هایی که بیشتر منشی از اینا مثلا استرس ها بوده باشن، استرابات بوده باشن، افسردگی ها بوده باشن یا سردردی های نیم سری ها بوده باشن، بیشتر اینا در نزد اشخاص بزرگسال وقتی که دیده میشه در طبقه اونا نسبت به طبقه ذکور بیشتر است واقعاتش. ولی به این معنی نیستن که مثلا ما بگیم که سردردی های نوع تنشی یا سردردی های نو نیم سری تنها در نزد اشخاص بزرگسال هستند، بلکه اطفال میره تجربه میکنند. مثلا در دوران های سنی 10 سالگی، 8 سالگی، 5 سالگی، 15 سالگی یا نوجوانی هم تجربه میکنند و تنها به این سن هم اینا محدود باقی نمیمونه، بلکه میره به سن های مثلا 70 و 60 و 80 سالگی هم میتونه که موجود بوده باشن. خصوصا نو نیم سری ها با بیشتر ارتباط دارن، خصوصا نو سردردی های تنشی که با استرس و استرابات بیشتر رابطه دارن. بله، و در کدام شرایط میتونه دکتر صاحب که این سردردها انواعش یا هر قسمش که آدم مبتلا باشه چقدر میتونه در کدام شرایط خطرساز باشه بر ما؟ خطرساز در صورتی که اگر سردردی هایی بوده باشن که در بیس اساسی از اینا مثلا فشار خون بلند بوده باشن و ما یک آنن یک سردردی را شدید تجربه میکنیم، خطر ازی در کجاست؟ احتمال ازی وجود دارن که بعضی سردردی هایی که از باعث فرط فشار خون بوده باشه ممکن است که اویه های مثلا داخل دماغی پاره شون و خونریزی های داخل دماغی را به وجود بیارن و سبب مرگ یک شخص و تهدید به حیات بوده باشن، یا سردردی هایی که در نوع میکروبی بوده باشن که التهاب خود نسج دماغ و التهاب و پرده اطراف دماغ به وجود بیارن که با استفراغات و تب شدید و حالت های مثلا برهم خوردن شعور همراه بوده باشن، سردردی هایی که باید دست کم گرفته نشن، خیلی باید عاجل در اون مراقبت های جدی صورت بگیرن. ولی یکی ما سردردی هایی داریم که نوع سردردی های تنشی و سردردی های نوع نیم سری ها و سردردی های نوع کلسر، اینا به این معنی نیست که خودت تهدید کننده یاد بوده باشن، کمی حال اگر متوجه نشی خدای نخواسته دیگه شخص فوت میکنه یا شخص باعث مرگش میشن، ولی اونم نادیده باید نگیریم، ولی نسبت به اونا در کاتگوری اولویت نیست. در حال که مثلا یک فرط فشار خون برای ما کاتگوری اولویت دارن، یک حالتایی که مثلا سردردی از باعث یک میکروب به وجود آمده و میکروب خیلی حاد بوده برای ما اولویت دارن. پس از این خاطر به اساس از او باز میتونه که دکتر تصمیم خود بگیره کدامش باید با کدام زمان و با کدام ادویه باید تداوی شه. بله استاد، ما شما بحث را ادامه میتیم و شما عزیزان هم میتونین تماس بگیرین روی شماره تماس برنامه و ما منتظر تماس های بیشترتان هستیم، اما دلیل آزاد رفت و برگشت خیلی کوتاه داریم. خیلی خوش آمدین عزیزان بیننده، ادامه برنامه هست اما بس روی سردردی و انواعش را با دکتر صاحب فیروزه ایوب ادامه میتیم و شما میتونین که با ما و تماسایتون را همراهی بکنین. استاد دکتر صاحب، نمیفهم امروز چی شده که من چند دفعه میشه شما را استاد سلام میکنم در بخش موضوعات روانی صحبت میکنیم، اما دکتر صاحب باور کن سرم درد نمیکنه. گاهی اوقات اکثر خانواده به این فکر هستن که شاید عواملی که وراثتی از پدرشان یا از مادرشان زیاد سردرد میشن و هرچی تداوی هم کردن نتیجه نداده، فکر میکنن که شاید ارثی باشه و زیاد پشتش نمیگردن چون میگن چیزی هست که هست دیگه تغییر نمیکنه. آیا میتونه عوامل وراثتی هم داشت دخیل باشه؟ بسیار یک موضوع خوبی اشاره کردین، خصوصا نیم سریه ها یا میگرین ها بیشتر در بیس اساسی از اینا معمولا ژنتیک ارثیات نقش دارن. از این خاطر اکثرا این نیم سریه هایی که در نزد انسان های سردردی ها به وجود میان در فامیل میتونن که
که مثلا چند برادر، چند خواهر یا یک خود شخص، یا یکی که مثلا ممکن است پدر و مادر، یا یکی که مثلا از نسل اول خاله و عمه و کاکا اینا بوده باشن، شاید در اونها هم موجود بوده باشن. از این خاطر ژنتیک ما رد کردن نمیتونیم که بگیم که ژنتیک ارثیت نقش ندارن. از این خاطر در بعضی از امراض روانی مثلا افسردگی ها میتونن، استرابات میتونن که در او ارثیت ها نقش داشته باشن. پس از این خاطر بعضن به این معنی نیستن که مثلا یک نفر که اگر چی بگه که با ارثی ما ای را داریم خیلی قابل تداوی نیست، قابل تداوی است، ولی تداوی از اینا طوری هستن باید پیشگیری بوده باشن. من مثل که در ابتدا براتون یادگیری کردم، در سردردی ها ما که تداوی های خصوصا نوع نیم سری های میگرین، سردردی ها ما تداوی داریم که وقایوی داریم، یکی تداوی هایی که در زمان عمل میان. پس از این خاطر بهتر یو خواهد بود که وقایشان مثلا چی از چی چیز باید وقایشان از نظر غذایی و چی چیزا مثلا از نظر دوایی باید توصیه دواییشان در پیش از این شخص. از این خاطر اینا اگر تداوی های دوامدار نشن باید وقایعی میشه در نظر بگیرنید. بله، گاهی اوقات خانواده کوشش میکنن که سردردها از هر نوعش که باشه، این معمول است، فکر نمیکنن که همگی بتونن تشخیص بدن که این نوع سردرد مثلا ما دارم، تا که طبق ازو پیش برن و کوشش میکنن بیشتر، چون یک گپ عادی شده متاسفانه سردردها در بین خانواده و فامیل ها و در کل در جامعه ما، خیلی روی یک موارد کوچک هم سردردی به سراغ ما میایه، کوشش میکنن در خانه با درمان خانگی بتونن که حلش بسازن دقیقا. یا ازو درد نجات پیدا بکنن. آیا درمان های خانگی که نزد خانواده ها هستی میتونه تاثیرگذار باشه، کم بسازه یا از بین ببره سردرد را؟ ببینین، ما صرف نظر از سردردی نوعی که بود ازو اگر جسمی بوده باشن، میکروبی بوده باشن، موضوعات ضربه بوده باشن، موضوعات دیگر بوده باشن، از او اگر بگذریم، در مورد سردردی های نوع روانی اگر صحبت بکنیم، یک درد روانی را سردردیش که اگر منشأش روانی بوده باشه، با گرفتن یک پاراستامول، با گرفتن یک دوای آنالژزیک آرام بخش، فکر نکنم ما آرام کرده بتانیم. پس از این خاطر ایواز ازی که دوا فایده بکنن، هنوز مشکلات دیگر را بر ما میتونن ایجاد بکنن. پس از این خاطر گرفتن دوامدار دواهای مسکن یا دوای تسکین آور میتونه که در نظر از اگر اشخاص به شکل خودسرانه بوده باشن، در آینده مشکل ساز هستن. پس از این خاطر ابتدا باید تشخیص شون توسط یک متخصص و بعدا تداوی شون بهتر خواهد بود. و این معمول هم است چه شما سر خورده باشین دقیقا. که خانواده بیشتر پیش از این که، چون جامعه ما یک جامعه سنتی دقیقا. هست، اکثرا اعتقادشان هم بیشتر به این است که باید به اون طریقی که خودشان خیلی وقتا پیش ملا میرن یا پیش یک کس میرن که از این طریق درمان بکنه، زیادتر یعنی به اون متوسل میشن دقیقا. آیا میتونه که این هم یک نوع از درمان باشه، یا کلن به نظر شما چقدر میتونه که مثبت باشه یا چقدر میتون تاثیر گذار باشه؟ اما پیش از او یک تماس جواب میتیم. بله، سلام علیکم. سودا با اسرات روی خط هستن، خوب هستین؟ شکر، سلامت. شما خوب هستین دکتر فیروز؟ سلامت باشین، خیلی خوش آمدین به برنامه. میشه که سوالتون رو بپرسین؟ مگر تا تقریبا یک سال میشه که یعنی تشویش اینا باعث از این میشه که بعض وقت سرم بدد میاد، دست راستم یا بدد میاد یا دست چپم یا گردنم بلد میایه. از این مسائل خیلی که بازارو میده، رنگ میده که چه ریت همین کوچکترین گپ خورده باید از این میشه که یک روز یا دو روز دستم درد کنه یا گردنم درد کنه یا شنیدم درد کنه. ببخشید، در مورد از این یک چند سوال داشتم، میتونید بگید چی مدت زمان میشی سردردی را دارین شما؟ تقریبا یک سال میشه دفتر سایب. در وقتهایی که مثلا شما کمخو بوده باشین، ناراحت بوده باشین، عصبانی یا هیجانی بوده باشین، در این وقت چیگونه سردردی ها؟ سردرد خیلی کم میشم دفتر سایب، بیشتر از این دست راستم یا دست چپم بدد میایه یا گردنم درد میایه. با دکتر سایب مراجعه کردین؟ با دکتر سایب مراجعه کردین؟ دیدین چی گفتن؟ نه دکتر سایب، تا حالا اصلا دکتر سایب مراجعه نکرد. من که یک روز یا دو روز یا نصف روز که درد کرده با تشویش رفت شده، با پس آروم شده، با پس نرمال شده. من براتون صحبت میکنم در این مورد. تشکر دکتر سایب، لطف کردین. خداحافظ. موضوعی را که یادداری کردم، ببینین گرچه باید یک مریض دقیق، باید تاریخچه دقیق گرفته شوه و دوم دیگه باید در پیش از اینا معایناتش تکمیل شوه که آیا ای بود جسمی داره ای درد، آیا بود روانی دارن، ولی اکثرا از نظر روانی اگر ما صحبت بکنیم، ما دردهایی داریم که از نظر روانی بعضا مشکلات استرس ها وجود دارن که به یکی از اشکال بر ما تظاهر میکنه در جسم ما. مثلا بعض وقت ما دردهایی را مثلا احساس میکنیم، احساس استرس ها را به شکل یک دستدردی، به شکل کمردردی، به شکل سردردی، به شکل
عضادردی یا بعضا تمام بدن ما را درد احساس میکنیم. پس از این خاطر بهتری خواهد بود که توصیه ما برای شنونده ما و بیننده ما که بهتر است با یکی از متخصصین صاحبا که در اونجا ما نزدیکشان هستند برن اتفاقشان مراجعه بکنن، اتفاقشان صحبت بکنن که منشی از این پیداش خواهد و بعد از منشه و تشخیص بعدا تداویش بهتر خواهد بود، به خاطر که هنوز بود از این درد معلوم نیست که از جسمی منشأ گرفتن یا موضوعات روانی مطرح بوده. و در مورد تعویض نویس و ملاها؟ در مورد از این که مثلا بعضی وقتا ببینین ما حالتهای روانی داریم که با تلقین انسان آرام ساخته میتونیم. مثلا یکی از حالتهایی که بیشتر انسانها را از نظر روانی آرام میسازن تلقینهای مثبت و تلقینهای منفی هستن. مثلا زمان که یک شخص که اگر مشکلات استرس و فشار روانی دارن، زمان که پیش یک روان درمان میرن یا پیش یک دکتر روانی میرن، وقتی که او استراب از زیره با یک تلقین مثبت او را آرام میسازن، پس به این مناسن که او به طرف احساس آرامش خیلی بیشتر میرن. پس از این خاطر بیشترین استراب ها که منشأ سردردی ها میتونن بخشن بیشترین سردردی ها که منشأ از زیره استراب ها تشکیل میتونن، بیشتر از اینا تلقین های منفی در پیش از اینا میتونه موجود بوده باشن. پس از این خاطر زمان که پیش روان درمان میرن یا دکتر روانی میرن و برازو میگه تو هیچ مشکل نداری، سر تو خدای نخواسته تومور نداره، سر تو خدای نخواسته سرطان نداره، یا مشکل تو خیلی یک مشکل عادی هستن، میتونه که ایره خیلی آرام بسازن. پس از این خاطر هر تلقین مثبت و تلقین منفی میتونه که سردردی های ما رو به طرف مثبت ببره یا به طرف تشدید شدن یا به طرف کاهش ببره. بله، آیا یک فردی که سالهاست دچار سردرد هست و شاید درمان هم کرده باشه اما یک درمان مقطعی بوده باشه بله. که مثلا در حدود 6 ماه سردرد نداشته باشه و بعدش دوباره به او دچار شود، آیا درمان قطعی و یک درمان 100% بر سردردها وجود داره هر نوش که باشه؟ بله، ببینین سردرد براتون در ابتدای برنامه یادآوری کردم که منشأ در کجا هست. اول باید منشأ را آدم شناخت. مثلا براتون اینو به خاطر خوبتر تفهیم کرده باشم، اگر از یک جویی که اگر آب خط جاری است، اگر ما هر قدر آب خط در پایان جوی صاف بکنیم معنی ندارن، پس ابتدای منشی از این خط باید پیدا کرد. ممکن است یک گل بوده باشه که در ابتدای جوی موجود باشه که تا آخر آب خط کرده، پس زمان که وقت ما گل برداریم او کلا تا آخر صاف خواهد بود. پس از این خاطر ابتدا باید منشأ سردردی ها باید شناسایی شد که استرس است، بود جسمی دارن، بود روانی دارن، یا مشکلات مثلا جسمی از نظر میکروبی یا موضوعات اندوکراینی یا موضوعات بعض موادهای کیمیایی مطرح هستن که به اساس از وقتی که سردردی شناسایی شد و بعد از اون میتونیم ما تشخیص بذاریم و تداوی را شروع بکنیم. ولی هر سردردی هم تداوی قطعی ندارن. مثلا در زمانی که وقتی که ما میگیم که نیم سری ها یا سردردی های تنشی را که ما میگیم تو جگر خونی نکو، تشویش نکو، استراب تو را باعث میشه که تشدید پیدا میکنه، پس به این مناسن که ما میگیم وقایه بکو، ولی ما نمیگیم که تو قطعا اینمی دوار خور دیگه تا آخر عمر دیگه نیم سری به تو را نمیگیره، اینمی دوار خور دیگه تا آخر عمر تو سردردی نو تنشی و کلسترای دیگه تو تجربه نمیکنی، به خاطر که ممکن است برای یک سالی بیبود باشن، ولی با گفته شما برای 6 ماه درد نداره، بعد از 6 ماه درد شروع میشه. ی خود وانمود کننده ازی هستن که حتما بعد از 6 ماه کلا مشکلات استرسی وجود نداشته و بعد از 6 ماه دوباره برازی به وجود آمده که ایره تشدید کرده. بله، ما آیا از وقایع شما یاد کردین دکتر صاحب، آیا راه های حل وقایعی که میگن باید وقایع شما وجود داره و از چه طریقی میتونه این وقایع صورت بگیره تا که حداقل اگر درمان قطعی نداره اما مدت زمان مقطعی هم که از طولانی تر باشه، یعنی دیرتر به سردرد دچار شه؟ ببینین ما فاکتورهای تشدید کننده داریم در سردردی ها. مثلا در یک نیم سری اگر ما براتون مثال بتم که نوع سردردی های نیم سری اصطلاحا میانیش است، مریضا زمان که وقت غذای سرخ شده میگیرن، زمان که چای و قهوه استفاده میکنن، زمان که بیش از حد شیرینی استفاده میکنن، یا زمان که مثلا نوشابه های گازدار استفاده میکنن و ای که مثلا احساس گرمی و سردی بر از اینا می، یا از پنیر استفاده میکنن یا مسکه اینا استفاده میکنن، سردردی در پیش از اینا تشدید پیدا میکنن، یا زمان که وقتی که در واقع جگرخونی و فشار روانی و استرس قرار میگیرن سردردی تشدید پیدا میکنن. پس ببینید اینا فاکتورهای تشدید کننده شد، ولی زمان که اگر ما اینا رو وقایع میکنیم ما تا از میتونیم که سردردی نیم سری کنترل بکنیم، ولی نمیتونیم که ریشه کن بکنیم. مثلا اینا رو اگر ما استفاده نکنیم شاید سردردی بر ما با وجود نبیان، و اگر با وجود بیان بیان شاید بسیار سطحی با وجود دارن که با دوا قابل کنترل هستن. ولی متاسفانه زمان که وقت که اشخاص دوا استفاده میکنن ولی در پلی از پریز هم نمیکنن و از این موضوعات در نظر نمیگیرن، این دیگه باز دوام بی اثر از درو سرت بر از این. بله دکتر صاحب، بیشتر این شکایت محصلین و متعلمین دارن، کسانی که تحصیل میکنن در مکتب یا دانشگاه که زمانی که زیاد درس میخوانن یا زیاد فعالیت درسی انجام میتن و فشار میاد تبن بالای فکر و
ذهن ما که بالاخره موجب از این میشه که سردرد میشن و ما بیشتر با همین متعلمین و محسنین سر خوردیم که زیادتر سردرد ها نزد اونا بوده. خستگی ذهن و فکر و یا درس خواندن زیاد، کار زیاد، این چقدر تاثیر منفی داره؟ یعنی چقدر میتونه رول داشته باشه در با وجود آمدن سردرد ها؟ بسیار خوب. ببینین اگر ما یک تماس جواب میتونیم و دوباره بله سلام علیکم. بله سلام جان، از پروان روی خط هستن، میشه بلندتر صحبت بکنین؟ خیلی خوش آمدیم به برنامه. خیلی خوش آمدیم به برنامه، میشه که سوالتون رو بپرسین. سردرد از مرکز زمستان همیشه وقت سردرد میگاشم، مرکزم عکس سرم گرفتم فایده نکرد. چقدر وقت از سردرد دارین شما؟ نه از این طرف زمستان سرم تر شد و هوا سرد شد و سردرد درستم با کمیتی تانمش خلقم تنگی میکنم. سردردی تنها شما دارین یا دلتنگی و خلقتنگی و ناراحتی های دیگه هم در پیشتون هست؟ نه همین سرم که درد کنه با خوف تنگی هم میگردم سرم اومده. ای تو احساس مثلا بندش در قسمت نای بینی و احساس نفس تنگی، احساس نفس کوتاهی، این هم چیزی وجود داره براتان؟ نه. سردردی وقتی که براتان با وجود میاد با شور دادن یا در وقت نماز زمان که سجده میکنین در اون وقت تشدید پیدا میکنه، زیاد شده شدت میگیره؟ نه. در چی وقت زیادتر میشه؟ هوا که سرد یا سرم که تر باشه، درد میکنه با که گرم نگاهش میکنم خلقم تنگی میکنم. کدام وقت سرتون ضربه خورده بود؟ هیچ وقت ضربه نخورده. با گرفتن دوا چی تأثیر کرده براتون؟ از سر ما گرفتم دکتر تا گفت سرت نه چرکه داره نه هیچ چیزی نداره. مدام همی تدریک رو میگونم ای جمینه هم به سرنده هم بخاری مدام خلقم تنگی داره خاطر گرم آمده. وقتی که سردردی براتون زیاد میشه خلقتنگی و دلتنگی هم براتون میاد با مو شکل است؟ که گرم نگاهش میکنم سرم قرار میکنه خلقم تنگی میکنم. خوب است، من براتون صحبت میکنم. خیلی ممنونستم استان. ببینیم بعضی سردردی ها بر به این نمیگرده که ما همیشه بگیم که موضوعات روانی و یا عصبی از این مطرح است. بعضا سردردی هایی داریم ما دردهای رجعت کننده یا راجع یاد میکنیم. مثلا یک شخص در قسمت موری گردن خود مشکل داره، بعضا این درد ها انتشار پیدا میکنه به قسمت نایی سر که بعضا با سردردی ها میتونه مغالطه شوند. پس از این خاطر یکی از عمده ترین عواملی که باید ما در تشخیص تفریقی از باید در نظر بگیریم خیلی ارزش دارن. پس از این خاطر ممکن است که به نظر من اگر پیش دکتر سیب روانی و عصبی اگر بران بازم یک دفعه دیده شاید که منشأ در کجا وجود دارم و بعدا تدویشه او بهتر خواهد بود. بله و حال هم میریم به سراغ یک بسته معلوماتی که چون ما در مورد انواع سردردها خیلی صحبت کردیم اما بعضی از او موارد جزئی که چی هست، کدام سردردهایی که ما در انواعش روی صحبت نکردیم در این بسته معلوماتی گنجانیده شده با هم یک جا میبینیم و در بخش اخیر برنامه همراهی شما عزیزان خواهان هستم. خیلی ممنون از شما عزیزانی که تا این لحظات برنامه را دنبال کردین و حال هم میریم به سراغ کامنت های عزیزان ما که در صفحه فیسبوک برنامه زندگی گذاشتن. حسن وها بسیل گفتن سردرد یکی از رایج‌ترین مشکلاتی است که مردم به صورت روزمره از آن شکایت میکنند. برخی از افراد در دوره خاص از زندگی خود سردرد شدید را تجربه میکنند و برخی دیگر دچار سردردهای گاه و بیگاه میشوند. هر کسی ممکن است دچار سردرد شود و هیچ تفاوتی ندارد که چه سنی، چه نژادی و یا چه جنسیتی داشته باشد. تشخیص اینکه علت سردرد چیست همیشه راحت نمیباشد. با این حال با توجه به زندگی روزمره ما 6 علت عمده برای انواع سردرد از جمله سردرد خوشه‌ای، سردرد سینوسی، سردرد میگرینی و سردرد تنشی توسط متخصصین مشخص شده است. استاد سردرد تنشی برای بسیار جالب بود نامش، میشه یک بار دمار داشت تنشی طوری که از نامش پیداست یک سردردی نوع فشاری است، یعنی به این مناسب که بیشتر با استرس یعنی با فشارهای روانی بیشتر تاثیر ارتباط دارن. مثلا ما در وقتهای بسیار ساده ایش براتون میگم ایره بیشتر ما در وقتهای تجربه میکنیم که بیش از حد خسته باشیم، بیش از حد جگرخون باشیم، بیش از حد زمان که مثلا نگران و استراب داشته باشیم. مثال ساده ایش مثلا زمان که در امتحان وقتی که میخوای که نو امتحان شروع شوه و ما زمانی که یک استرس استراب از
امتحان داریم، بعد از برآمدن از امتحان میبینیم که اگه احساس شخی در نای گردن، اگه احساس سردردی در پیش ما تجربه میکنیم و یک سردردی نوعی هستن که بیشتر با استراب و استرس ها بستگی دارن. پس از این خاطر بیشتر اشخاصی که سردردی و تنشی را شکایت میکنن معمولا اشخاص هستن که یا به طرف افسردگی مشکل دارن یا به طرف استرابات، و معمولا این سردردی ها به شکل است که به شکل یک فیته تمام دور سر میگیرن و مریض فکر میکنه که یک چیز سر زیر فشار میته و بیشتر از احساس شخی در نای گردن شکایت میکنن که معمولا بیشتر در اوقات نگرانی ها بیشتر اتفاق میفتن. بله، و با عنوان جنبندی موضوع امروز استاد، اگر موضوع باقی مانده باشه میشه یاد بکنین و همچنان راه های درمانش به صورت شماره وار مشخصن چه راه هایی میتونه موثرتر باشه به درمان سردردی ها. بسیار خوب. ببینین اولا بعض سردردی هایی که فراموشم شد باید یادآوری میکردم، یکی سردردی هایی بود که نوع مثلا در چشم ارتباط دارن. یک شخص میگه مثلا زمان که من کتاب میخوانم، تلویزیون میبینم، زمان که موبایل استفاده میکنم، دفتن سردردی احساس میکنم. که نشان دهنده ای است که عمو مرکز دید از اینا یا عمو مرکزی که در قدر چه موجود داره و در اوج مثلا تمام نور وقتی که انعکاس میکنه و در اوج تصویر سازی میشه در مغز، در اینجا مشکل در خود دید از این ممکن است در چشم موجود باشن که با یک دکتر متخصص چشم مشوره شون، و یا اینکه مثلا درد های دیگری که رجعت کننده هستن، مثلا گفتم از قسمت نای گردن منشأ میگیره، درد به طرف بالا میرن، بعض دندان دردی ها میتونن، بعضی درد هایی که به نام درد های عصبی سه شاخه یا تریجمینال یاد میکنیم هم میتونه که سردردی ها را به وجود بیارن، یا بعضی درد های دیگری وجود دارن که در اصل بیس اسی در خود هیچ عصب و روان نیست، مثلا در جسم وجود دارن و این سردردی با در ما به شکل سردردی اعراض از این مرض ما تجربه میکنیم، مثلا در اوقات مورقه، در اوقات مثلا بروسلوز، یا در اوقات مثلا بعضا تبرکلوز آ، یا اوقات ریزش، یا مثلا سرفه های خشک ما این را تجربه میکنیم. پس از این خاطر اگر در مورد تداوی های از این ما یادآوری بکنیم، باید ابتدا منشی از این شناسایی شون، تشخیص شان، و بعدا تداوی از این صورت بگیرن، چی بود جسمی باشن، چی بود روانی بوده باشن. ولی متاسفانه بیشترین سردردی ها سردردی هایی هستند که بیشتر با حالت روانی سر رابطه دارن، با وجودی که مثلا مریض انالجزیک میگیرن، با وجودی که مثلا مسکن میگیرن، ولی هیچ آرام بخش نیستن. پس از این خاطر بهتر خواهد بود که ابتدا با باید تشخیص بکنیم و بعد از تداوی کنیم و بهتر خواهد بود. و توصیه دومی است که تداوی های خودسرانه سردردی برای که بر ما کمک نمیکنن، که انوز هم ایره تشدید میکنن، از تشخیص باز میمونن و بالاخره سبب از این میشن مریض زمان مراجعه میکنن که وقت بیش از حد، پیش از ای که باید تداوی میشد وقت گذشتانده. پس بهتری خواهد بود که ابتدا تشخیص شون و بعدا تداوی بشون. بله، خیلی ممنون دکتر سبزی که با برنامه امروز ما حضور پیدا کردید. تشکر بتوکر. تشکر. ممنون از همه شما عزیزان که تا آخرین لحظات برنامه ما را دنبال کردین. امیدوار هستیم که در برنامه های بعدی هم با ما همراه باشین، و ممنون از فروشگاه قیمت شکن به دلیل اسپانسری لباس های برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.